زمینه یعنی عوارض جسمی این بیماری کرونا طولانی باهاشون یه گفتگوی داشته باشین. آقا باریکلا، درود بر شما. سلام، خوش اومدید. واقعا درود بر شما. بله، منم عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز مناتو پلاس. آقا استودیوتون چقدر باحال و قشنگه. خدا وکیل چند تا باریکلا داره پوریا؟ بگو ببین. 150 تا رو راحت راحت داره. منتظریم بیای اینجا دیگه حضوری. آره پیشمون باشی. میخواستم اتفاقا بگم، میگم چه استودیو قش، فقط پوریاش کمه. پوریاش کمه. پوریاش میاد ان شاء الله. بذاریم در مورد همین موضوع کووید حرف میزنیم. آقای دکتر پوریای ثابتیان، این که میگن کووید طولانی یعنی چی؟ به ما بیشتر توضیح بدین در مورد این. ببین، سندروم کووید بازم یه سندروم بالینیه. کووید طولانی مثل همون کوویدی که داریم، ولی کووید طولانی سندروم بالینیه. به وضعیتی در واقع اطلاق میشه که بیمار بعد از گذراندن سیر بیماری، یعنی در واقع فرد بعد از گذراندن سیر بیماری هنوز به وضعیت نرمال قبل از بیماری خودش نتونسته باشه برگرده. بنابراین اون عوارضی رو که دچار شده، عوارض رو با خودش همراه داره و عوارض طولانی تر میشه و حتی برای هفته ها و ماه ها میتونن باقی بمونه. که یادمون نره تو کسایی که سیر شدید بیماری رو داشتن این اتفاق بیشتر میتونه بیفته. تا حتی انجمن متخصصین ریه آلمان اعلام کرد 10% کسایی که سیر شدید بیماری داشتن دچار کووید طولانی میشن. و حتی مقالاتی در انگلستان چاپ شده که نشون میده 40% افرادی که سیر شدید بیماری رو داشتن به ساپورت پزشکی طولانی مدت احتیاج دارن بعد اینکه سیر بیماری رو طی کردن و به هر حال به شرایط نرمال زندگی برگشتن. و این پس بنابراین نشون میده که سندروم کووید طولانی رو واقعا نباید به قول معروف دست کم گرفت. دست کم. بله، نباید دست کم بگیریمش. آره. بعد علائمش چیه؟ یعنی اصلا چرا این حالت ایجاد میشه؟ ها، و در مورد علامتاش که من بران شدم که داد سخن بکشایم. بکشای. عرض کنم به خدمت شما که علامت ها رو خب خیلی جسته گریخته، خیلی راجبش صحبت میکنم، ولی من همیشه برای بیمارای خودم یا حتی توی اینستاگرام که راجبش صحبت میکنم دستبندی میکنم. این علامت ها رو به چهار دسته اصلی من همیشه دستبندی میکنم. یکی درگیری سیستم عصبیه، یکی درگیری سیستم تنفسی و ریویه، یکی درگیری سیستم قلبی و عروقی و گردش خونه، و یکی هم درگیری سیستم گوارشه. به عنوان مثال در سیستم عصبی، همونجور که اول صحبت هم شما بهش اشاره کردین که خیلی هم عالی بود، مثل بحث اختلال خواب، افسردگی، حملات پنیک یا سرگیجه یا حتی اون تأثیر روی سیستم بویایی که بازم برمیگرده به سیستم عصبی، یا مثلا تو سیستم تنفسی که همون تنگی نفس ها و سرفه های طولانی مدت، تو سیستم عروقی اون لخته های خونی که میتونه ایجاد بشه که عوارض طولانی مدت. یادمون باشه یکی از شایع‌ترین عوامل مرگومیر توی کووید درگیری‌های عروقی این بیماریه. سندروم کووید یا همون ویروس کرونا ویروسیه که تمام ارگان‌ها رو میتونه به قول معروف چنگ‌اندازی بکنه و یه حالی قورچه همه‌شون رو در بیاره یه جورایی به قول معروف. یا مثلا عوارض گوارشی مثلا استفراغ‌های ناگهانی، اینا میتونن اتفاق بیفتن. و یه نکته خیلی کوچیکی هم که اینجا اشاره بکنم، یه مقاله توی ووهان چین منتشر شد که نشون میداد توی 1700 نفر بررسی کردن، توی 76% این افراد که سیر شدید بیماری هم داشتن بالای 6 ماه یکی از همین علامتایی رو که براتون گفتم و توی خودشون داشتن، که خستگی مفرط شایع‌ترین در واقع علامتی بوده که اینا داشتن که 63% این افراد رو تشکیل میداده. بسیار عالی. اما جناب دکتر، برای روند سریعتر کم کردن این علائم ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ ببین، خیلی سوال خوبیه. من بازم از اون 10 امتیازم باید بدم، ولی در مورد این سوال مقالات زیادی نداریم. فقط یه سری توصیه هست. ببین، اوییدنس خیلی وجود نداره، ولی یه سری توصیه هست که به صورت عمومی این توصیه ها انجام میشه، مثل تغذیه مناسب، استفاده از ویتامین ها، پرهیز از مصرف کافئین و الکل، پرهیز از مصرف سیگار، و یا زمانی که افراد دچار مشکلاتی هستن مثل افسردگی مراجعه به پزشک خیلی مهمه. کسی که مثلا کرونا داشته یا کووید داشته، الان علامتاش بهتر شده، خوب شده، و یهو بعد از 3 ماه دچار علامت میشه، یا یه سری علامت ها رو به قول معروف به عنوان علامت های باقی مانده داره، باید به پزشک مراجعه بکنه، مبادا مشکل اصلا جای دیگه ای باشه و به خاطر کووید نباشه. ورزش کردن خودش میتونه خیلی کمک کننده باشه. و در آخر هم همونجور که هممون میدونیم، واکسیناسیون میتونه این داستان رو جلوگیری بکنه ازش. البته باز خودش همون داستانش کلی داستان داره دیگه. مرسی. بله. ممنون از توضیحاتت پوریا جان.
قربون شما، خیلی خوشحال شدم. به امید دیدارت همینجا تو استدیو جدید. ممنونم. متشکرم از دکتر سالسیان. خیلی باریکلا.